رضا کرمانی، حسین شهریاری و حجت کلاشی، سه تن از اعضای حزب پانیرانی، صبح روز جمعه 19 شهریور ماه و هنگامی که عازم سفری به اصفهان بودند، در حوالی اصفهان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و از محل نگهداری و دلیل بازداشت آنها تاکنون هیچ اطلاعی در دست نیست. به گزارش هرانا و رهانا، دو سایت متعلق به گروه‌های مدافع حقوق بشر، حجت کلاشی دانش آموخته علوم سیاسی از دانشگاه تهران است که طی ماه‌های گذشته نیز تحت فشار نیروهای امنیتی قرار داشته و بارها تهدید به بازداشت شده بود. حسین شهریاری، دیگر عضو حزب پانیرانیست، نیز در حال گذراندن 2 محکومیتش بوده است و در هنگام بازداشت برای گذراندن مرخصی 15 روزه با قرار وثیقه از زندان رجای شهر کرج آزاد شده بود. رضا کرمانی هم سال گذشته در اهواز بازداشت شده بود و با قرار وثیقه آزاد و قرار بوده تا هفته آینده خود را به دادگاه انقلاب اهواز معرفی کند. در همین حال نیروهای امنیتی شب 21 شهریور ماه با مراجعه به منزل سینا پارسیان، دیگر عضو حزب پانیرانیست در شیراز، اقدام به بازداشت وی کردند تا تعداد اعضای بازداشت شده این حزب ملی‌گرای مخالف در روزهای اخیر به 4 برسد. از سوی دیگر دستگاه قضایی ایران در روزهای اخیر اقدام به صدور احکام زندان برای تنی چند از فعالان حقوق بشر و سیاسی نموده است. محمد غزنویان، فعال حقوق زنان و کودکان، به 5 حبس تعزیری محکوم شد. غزنویان 19 بهمن ماه سال گذشته در قزوین بازداشت و در نهایت با قرار وثیقه در فروردین سال جاری از زندان آزاد شده بود. محمد رضا رزاقی، وکیل دادگستری و عضو کمیته حقوقی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، نیز جهت اجرای حکم 1 حبس به اجرای احکام دادسرای انقلاب اسلامی مستقر در زندان اوین فرا خوانده و به بند 350 این زندان منتقل شد. سایت ادوار نیوز نیز خبر داد که حسن اسدی زیدآبادی، عضو زندانی سازمان ادوار، از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به 5 حبس تعزیری در ارتباط با پرونده پیشینش محکوم شده است. همسر وی در این ارتباط میگوید: همونطور که میدونین آقای اسدی الان هم در واقع در بازداشت به سر میبرن که متاسفانه باید پرونده جدید مواجه شدن با همون اتهامات سابق و ما الان پیگیر این هستیم که بالاخره بتونیم تکلیف این پرونده جدید رو مشخص بکنیم. پرونده سابق که حکم صادر شده باید منتظر نظر مرجع تجدید نظر کننده باشیم دیگه. طبعا دوبار با ایشون ملاقات داشتم، حالشون خوب هست. از روند بازجوییام رضایت داشتن به این معنی که خب طولانی نبوده بازجوییاشون، میگم همون موارد سابق بوده که دوباره به ایشون تفهیم شده. احمد زیدآبادی، عبدالله مومنی، علی ملیحی و علی جمالی دیگر اعضای زندانی سازمان ادوار تحکیم هستند. کوروش صحتی، صدای آمریکا، واشنگتن.